سرخط خبرها. پیشروی اوکراین در خاک روسیه، اعلام وضعیت اضطراری در بلگراد. زلنسکی: ممکن است مجبور شویم حکومت نظامی در منطقه کورسک برقرار کنیم. روسیه: زلنسکی به هدف خود در کورسک دست نیافت. و امیدواری بایدن از عدم حمله ایران در صورت توافق آتش بس. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. در حالی که ارتش اوکراین از پیشروی در منطقه کورسک در خاک روسیه خبر می‌دهد، در بلگراد منطقه مجاور کورسک وضعیت اضطراری اعلام شده است. ویاچسلاو گلادکوف فرماندار بلگراد گفت: بمباران پیاپی وضعیت دشواری را ایجاد کرده است و شماری از غیرنظامیان کشته و تعدادی از خانه‌ها تخریب شده است. در همین حال روسیه میگوید در شبانه روز گذشته بیش از 100 پهپاد و 4 موشک اوکراین را منهدم کرده است. نیروهای اوکراینی 8 روز پیش در عملیات غافلگیرانه با حمله به خاک روسیه وارد منطقه کورسک شدند. هدف از عملیات اوکراین دقیقاً روشن نیست، اگرچه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور میگوید این منطقه‌ای است که روسیه میتوانست از آنجا به اوکراین حمله کند. او همچنین گفته است که این اقدام میتواند شرایطی عادلانه برای مذاکرات صلح مهیا کند. اما اکنون وزارت خارجه روسیه میگوید در حال حاضر مذاکره صلح با اوکراین پروژه‌ای غیرعملی است. پس از پیشروی نیروهای اوکراینی در خاک روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت پاسخی قاطع خواهد داد. اظهار نظر جدید زلنسکی درباره حمله اوکراین به کورسک. رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه مدعی شد نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه پیشروی داشتند و 100 سرباز روس هم اسیر شده است. او در یک پست تلگرامی نوشت: فرماندهی ارتش اوکراین او را درباره پیشروی‌ها در مناطق مختلف از آغاز امروز مطلع کرده است. رئیس جمهور اوکراین ادامه داد: ما در منطقه کورسک در حال پیشروی هستیم. از زمان شروع روز بین 1 تا 2 کیلومتر در بخش‌های مختلف پیشروی داشته ایم. علاوه بر این بیش از 100 سرباز روس در این مدت اسیر شده است. من از همه افرادی که در این زمینه حضور داشتند تشکر می‌کنم. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت ممکن است مجبور شویم حکومت نظامی را در منطقه کورسک روسیه تحمیل کنیم. روسیه: زلنسکی به هدف خود در کورسک دست نیافت. ماریا زاخاروبا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در سخنانی گفت زلنسکی به هدف اصلی حمله به منطقه کورسک، یعنی منحرف کردن تمرکز نظامی روسیه از دونباس و اسلوبوژانشینا، دست پیدا نکرد. وی در ادامه تاکید کرد که حملات نیروهای مسلح اوکراین به خاک روسیه با همدستی حامیان ناتو تأییدی بر لزوم اهداف عملیات ویژه نظامی روسیه است. او گفت که رژیم از درون پوسیده کیف بر حمایت مالی غرب استوار است و دیر یا زود دچار فروپاشی خواهد شد. همچنین وزارت دفاع روسیه هم گزارش کرد که تلفات نیروهای مسلح اوکراین در منطقه مرزی کورسک در روز بالغ بر 270 نفر و 16 خودروی زرهی است. روسیه مدعی شد که در مجموع در جریان نبرد در منطقه کورسک دشمن تا 2300 سرباز و 37 تانک خود را از دست داده است. و امیدواری بایدن از عدم حمله ایران در صورت توافق آتش بس. رئیس جمهور آمریکا به سؤالی در خصوص خودداری ایران از حمله تلافی‌جویانه به اسرائیل در صورت دستیابی به توافق آتش بس در غزه پاسخ داد. بایدن در پاسخ سؤالی مبنی بر این که آیا فکر می‌کند در صورت دستیابی به توافق آتش بس در غزه ایران از حمله تلافی‌جویانه به اسرائیل خودداری کند، گفت این چیزی است که من انتظار آن را دارم. رئیس جمهور ایالات متحده درباره آتش بس نیز گفت در حال سخت شدن است. باید ببینیم ایران چه می کند. خواهیم دید که اگر حمله ای صورت بگیرد چه اتفاقی می افتد. اما من در مورد حصول آتش بس تسلیم نمی شوم. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.